سلام دوستان، آلفرا هستم و این بار با یه آموزش دیگه خدمتتون رسیدم. نحوه استفاده و کاربرد اینگن اینترنوگون، یکی از آموزش‌های بسیار مهم و پر استفاده. خب دوستان، چجوری استفاده کنیم؟ نحوه استفادهش چیه؟ کاربردش چیه؟ همه اینها چیزهایی که قرار امروز تو این آموزش بهتون بگم. اول از همه میریم ساختارهای مختلفش رو میبینیم. چه ساختارهایی داره؟ به چه صورتیه؟ توجه کنید دوستان. اینگن، اینگت، اینگا، اینگنتینگ، اینگنستانس. به این ساختارها قشنگ توجه کنین. به این صورتها استفاده میشن. معانیش چیه؟ چه معانی دارن اینا؟ معانیش هم بهتون میگم. اینگن میشه هیچ کسی، هیچ چیزی. اینگت هیچی. اینگا هیچ کسی، هیچ چیزی. شاید از لحاظ معنایی شبیه اولی باشه، ولی خب به زبان فارسی ما به این صورت میشه، ولی اینطوری نیست. مثال میزنم برای که من متوجه میشین. خب بعدی اینگنتینگ، هیچ چیزی. اینگنستانس، هیچ جایی. خب اینها دوستان من معانی دیگه هم، یعنی یه سری چیزهای دیگه هم هستن که هم معنان با اینها، که من اونها رو به صورت جداگانه براتون آوردم که متوجه بشین. چه چیزهایی؟ میگه بتیدر سما سوم اینترنوگون، اینترنوگوت، اینترنوگرا، اینترنوگونتینگ و اینترنوگونستانس. پس قشنگ توجه کنید دوستان، خیلی جالبه. این میبینین که اینگن و اینترنوگون به یه معنا هستن. نوع استفادهشون هم در خیلی جاها شبیه همه که قرار اینجا کاملا یاد بگیریم همه اینها رو. اینگت، اینترنوگوت، اینگا، اینترنوگرا، اینگنتینگ، اینترنوگونتینگ، اینگنستانس، اینترنوگونستانس. ایبلند سینونیمر، ایبلند دیلاوپ. ایبلند سینونیمر، ایبلند دیلاوپ. یعنی چی؟ بعضی وقتا با هم مترادف همن، بعضی وقتا جدا. یعنی چی؟ به چه صورتیه؟ جداگانه به هر کدوم میپردازیم دوستان من. اول از همه ایبلند سینونیمر، بعضی وقتا اینها کاملا شبیه به همن، یعنی چون گفتیم که به یه معنان، به یه معنا هستن، معانی یکیه. یه مثال، به مثال اول توجه کنید. یاگهار اینت نو گود پاراپلی. من چتری ندارم. میتونیم از حالت دیگرش هم استفاده کنیم، بگیم یاهار اینگت پاراپلی. چه جالب. پس توجه کنید دوستان، یاهار اینت نو گود پاراپلی، یا میتونیم بگیم یاهار اینگت پاراپلی. مثال بعدی یاهار اینت نوگرا هندسکار. من هیچ دستکشی ندارم. ما به زبان خودمون این میگیم، چون دستکش خب جمع دیگه، اینم اومده نوگرا. دستکش هایی ندارم. دستکش چون حالت جفته بس دوتا میشه. یا میتونیم بگیم یاهار اینگا هندسکار. مثال های دیگه هم براتون میزنم، بیشتر مثال میزنم که بهتر متوجه بشین. یاسوگ اینت نوگون اوتپوگاتان. من هیچ کسی رو تو خیابون ندیدم. یاسوگ اینگن اوتپوگاتان. بیرون خیابون تو کوچه مثلا بیرون کسی رو ندیدم. اینت نوگون اینگن. توجه کنید دوستان، اینت نوگون اینگن. میگم توجه کنید به خاطر یه نکته آلفردی در انتها متوجه میشین. وقتی توجه داشته باشین اینجا در اون قسمتی که نکته آلفردی میخوام بهتون بگم، میگین چه جالب، مثلا من اینو فهمیدم، متوجه شدم. چیه الان نمیخوام بهتون بگم، بذارین همین الان همین، شما به همین توجه کنین. من خوب برنامه‌ریزی میکنم برای آموزش دوستان، میدونم چه وقتی از چه چیزی استفاده کنم، برای همین شما فعلا فقط توجه کنین.
مثال بعدی آلفرا شبت اینت نوگوت یا نوگونتینگ ای افرن. بین هیچ چیزی نخریده، پس اینت نوگوت یا نوگونتینگ هر دوتا یکی هم دوستان من، اینت نوگوت یا نوگونتینگ، اینت نوگون یا اینگن، به اینا میگم توجه کنید. مثال بعدی آلفرا شبت اینگت یا اینگنتینگ ای افرن، اینت نوگوت اینگت، نوگونتینگ اینگنتینگ. خب بذارین یه قیاس داشته باشیم با این قسمت که ایبلند دیلا اوپه. اول بذارین حالت مشابه به همو یک بار دیگه با یه مثال دیگه. هار آلفرا اینت نوگرا پنگار، داره سوالی میپرسه آلفرا هیچ پولی داره؟ هیچ پولی داره؟ اینت نوگرا یا هار آلفرا اینگا پنگار، این منفیه، اینگا پنگار هیچ پولی داره آلفرا؟ حالا میگیم بعضی وقتا دیالوگ داره دیگه، چه وقتایی چه جوریه؟ اولی مثال ورفر ترور نی ات آلفرا اینتهار نوگرا پنگار، چرا فکر میکنی آلفرا هیچ پولی نداره؟ آخه چرا واقعا؟ خب ورفر ترور نی ات آلفرا هار اینگا پنگار، پس این غلطه. الان مگه ما نگفتیم که اگر اینت نوگرا هست میشه اینگا؟ چرا اینجا غلطه؟ نباید تو این قسمت بنویسیم. این قسمت مگه چیه؟ از چه قانونی داره تبعیت میکنه که اینجا نباید این استفاده کنیم؟ خب آلفرا بهتون میگه، میپردازیم به قانونش. پس دوستان وقتی که اینگن، اینگت، اینگا، اینگنتینگ، اینگنستانس استفاده میکنیم، به عنوان فاعل در جمله اصلی و جمله پیرو، یعنی در هوود ساتس و بی ساتس به عنوان سوبیکت اینها استفاده میشن و همچنین به عنوان اوبیکت در هوود ساتس با یک فعل استفاده میشه. چرا داستان پیچیده شد؟ نه؟ اصلا اینطوری نیست. فکر کردی من با تو موافقم الان؟ نه عزیز من، اصلا اینطوری خیلی هم ساده است. به عنوان فاعل در حدود 100 و 200، شما باید حدود 100 و 200 رو بدونین. اگر این آموزش رو دارین میبینین در گرامر سطح پیشرفته رو، باید حدود 100 و 200 رو بدونین. اگر نمیدونین حتما برین آموزش حدود 100 و 200 رو ببینین، چون این ساده ترین قسمت آموزش زبان سعودیه. خب مثال بزنیم. اینگن ویل تالا میت آلفرا، هیچکی نمیخواد با آلفرا حرف بزنه. چرا آلفرا؟ آخه واقعا چرا دوستان من؟ چرا؟ اینگن ویل تالا میت آلفرا، فاعل، جملم یه جمله وسط. مثال بعدی لوسی سیر ات، یه چه جالب ات اومده دوستان، گفتیم دیگه وقتی ات میاد روزی میاد لوسی گفت. چی گفت؟ یعنی لوسی گفت هوود ساتس، بعدش هم میشه بی ساتس. ات اینگن ویل تالا میاد آلفرا، لوسی میگه که هیچ کی نمیخواد با آلفرا حرف بزنه. بازم فاعل اومده. ببین چی کار کرده این که لوسی هم داره میگه هیچ کی نمیخواد با من حرف بزنه، بیچاره آلفرا. خب آلفرا هار اینگا پنگار، آلفرا هیچ پولی نداره. اینجا به عنوان اوبیکت اومد دوستای من، آلفرا هار اینگا پنگار. یا سا اینگنتینگ، یا سا اینگنتینگ، من هیچی نگفتم. اوبیکت هوود ست. در مثال بعدی وی وا اینگنستانس بو سمسترن، ما تو تعدیلات هیچ جایی، ما تو تعدیلات جایی نبودیم. ما اینطوری میگیم، اینجا میگه وی وا اینگستانس، هیچ جایی، ما هیچ جایی بودیم، ما بودیم هیچ جایی، که میشه ما هیچ جایی نبودیم. پسمسترن
جمله یه جمله حوزت و به عنوان اوبیکت استفاده شده. پس این قسمت ها دوستان کاملا متوجه بشین، چون اینتر نوگون و اینتر نوگود ها مونده، برای همینه دوتا شبیه به هم هستن ولی نوع استفاده یه مقدار متفاوته. پس میریم برای قسمت بعدی. اینتر نوگون، اینتر نوگود، اینتر نوگرا، اینتر نوگون تینگ، اینتر نوگون ستنس. به عنوان فاعل در حوزت با چندین فعل، میدوستان با چندین فعل، اونجا مثلا با یه فعل اومده بود، اینجا با چندین فعله. اینها به عنوان اوبیکت ایبیسات، به عنوان اوبیکت میاد توی جمله پیرو بیسات و همزمان با پاره فعل ها میان، با پارتیکل ها به صورت همزمان با اونها میان. مثال میزنم براتون، مثال که ببینیم بهتر متوجه میشین. آلفرا ویل انتها نوگرا پنگار، آلفرا هیچ پولی نمیخواد، پنگار جمعه و اینت نوگرا. توجه میکنیم با چندین فعل به صورت اوبیکت اومده، این اینتا رو به اون اینته قیدهای جمله‌ای اشتباه نکنیم دوستان، این اینت نوگراست، سیستمش و قانونش فرق داره. آلفرا ویل اینت حالت اوبیکت ها، ویل ها، ویل و ها دوتا فعلن، باید با چندین فعل اومده. ویل انتها نوگرا پنگار، آلفرا هیچ پولی نمیخواد. آلفرا ها انتسات نوگونتینگ، آلفرا هیچی نگفته، هیچ حرفی نزده. باز هم به همون صورت اوبیکت اومده با چندین فعل هار و سات. وی هار اینت واریت نوگونستانس تو سمستر، هار واریت و به عنوان اوبیکت اومده، سوبیکت ور اوبیکت، هیچ جایی نبودیم تو سمستر. آلفرا سا ات ات، ببین آلفرا سا، آلفرا گفت، چی گفت؟ گفت که جمله 20 ساله میاد. آلفرا ساعت هن اینت شبته نوگرا نیا اینس، گفته که اون هیچ شلوار جینی نخریده. هن تو گینت اوت نوگرا پنگار، هن تو گینت اوت نوگرا پنگار، او هیچ پولی در نیاورده، هیچ پولی به دست نیاورده، در نیاورده. خب پس دوستان امیدوارم که متوجه شده باشین که قوانینش به چه صورتیه و چه جوری میاد. تو قسمت توک اوت که پارتیکل وربه، به همراه پارتیکل وربه اومده، و قسمت های دیگه که بیست و حوزت با چندین فعل. خب یه دونه بر میگردیم و از اول همه رو نگاه میکنیم، چیزهایی گفته بودیم با تمام معانی که در این قسمت هست، اینگن، اینگت، اینگا، اینگنتینگ، اینگنستانس، و مثال میزنیم که بهتر متوجه بشیم حالا که قوانین رو یاد گرفتیم. یا هار اینت نو گود سالت، من نمک، مثلا نمکی ندارم، هیچ نمکی وجود نداره مثلا. البته من با نمکم ها، شاید البته به دید شما، بستگی به این داره که شما چیزی فکر کنید. خب میگه یا هار اینت نو گود سالت، من هیچ نمکی ندارم، نمکی رو غذا میریزن. یا هار اینگت سالت، یا هار اینگت سالت. خب چیزی که یاد گرفتیم گفتیم اینت نو گود و اینگت. حالا مثال بعدی، وی مست لونا ام وی اینت هار نوگود سالت. پس یاد گرفتیم که در قسمت بیست اگه بخواد بیاد در چه جایگاهی قرار میگیره و به چه صورتی استفاده میشه. اون بی انتهار نوگود سالت. و تو این قسمت اگر بگیم که وی مست لونا اون بی هار اینگت سالت، اشتباه دوستان. نمیتونیم بگیم وی مست لونا اون وی هار اینگت سالت،
تو قسمت 20 نمیتونیم ازش استفاده کنیم به صورت این get. طبق همون قوانین میتونیم رجوع کنیم و دوباره ببینیم و متوجه بشیم. یه نکته آلفرایی، اونم اینه که وقتی عبارت منفی فاعل واقع بشه میشه از هر دو استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر اینتنوگون یا اینگنو به صورت فاعل در نظر بگیریم، عبارت ها منفی هم دیگه، به صورت فاعل بیاد میشه از هر دو استفاده کرد. مثلا ما میتونیم بگیم اینتنوگون هار اتید اوب ماتن، هیچ کسی غذاش تا ته نخورد، کل غذاش تموم نکرد، تا ته غذا رو نخورد. اینگن هار اتید اوب ماتن. یا اینکه بگیم اینت نو گوت یا اینت نو گون تینگ فونگیرار، هیچ چیزی کار نمیکنه. مثلا رفتی تو یه خونه، هر تمام کلید برقو میزنی، رادیاتور روشن، هیچ چیزی تو اون خونه کار نمیکنه. میگی اینت نو گوت یا اینت نو گون تینگ فونگیرار، یا میگی اینگت فونگیرار، اینگن تینگ فونگیرار. یا یه چیز دیگه، اونم اینه که حتی در بیستس هم اگر فاعل باشه، این فاعل واقع بشه، باز هم از هر دو استفاده میشه. توجه کنید دوستان، یا ویت ات، میدونم که اینجا به صورت فاعل اومده، اینت نوگون کن کم مای مورون، یا ویت ات اینت نوگون کن کم مای مورون. من میدونم که هیچ کسی نمیاد، فردا نمیاد، کسی نمیتونه فردا بیاد، من میدونم که کسی نمیتونه فردا بیاد. یا ویت ات اینت نوگون کن کم مای مورون، یا ویت ات اینگن کن کم مای مورون، یا ویت ات اینگن کن کم مای مورون. مثال بعدی، یا هوپاس ات اینت نوگوت یا اینت نوگون تینگ تروکیت کمرت هندا، امیدوارم که هیچ اتفاق بدی نیفته. یا هوپاس ات اینگت یا اینگن تینگ تروکیت کمرت هندا. یه نکته مهم دیگه، اونم اینه که هیچ وقت دوستان، هیچ وقت دو کلمه منفی رو با هم در یه جمله استفاده نکنید. لطفاً هیچ وقت دو کلمه منفی رو با هم استفاده نکنید. دو تا کلمه منفی چی هستن حالا؟ برای مثال اینتر رو با اینگن در یه جمله با هم استفاده نکنین. ما گفتیم که اینگن خودش یعنی اینتنوگون، دیگه نمیتونیم بگیم اینت اینگن. مثال رو توجه کنیم، یا هار اینت لونات بیلن تیل اینگن، یعنی چی؟ یا هار اینت لونات بیلن تیل اینگن، یا هار اینت لونات بیلن تیل نوگون. این درسته، پس بالایی غلطه، اشتباهه دوستان من. یا هار اینت لونات بیلن تیل نوگون. مثال بعدی ببینم شما سریع حدس بزنید کدومش درسته و کدومش اشتباهست. الفرا ترور اینت ات اینگت الواریت هار هند، یا الفرا ترور اینت ات نوگوت الواریت هار هند. دقیقاً درسته این پایینی، اینت اینگت که نداریم، اینت نوگوت، اینت نوگون، پس بالایی غلطه، درست پایینیه. نکته طلایی آلفرایی، دوست من وقتی میگم نکته آلفرایی منظورم اینه که اینجا این خیلی مهمه، شما باید اینو خوب یاد بگیرین. یه جوری دارم اونو بیان میکنم که به عبارتی براتون راحت الحلقوم باشه، خیلی قشنگ مثلا اونو بفهمین معانی واقعیشو. و وقتی میگم نکات طلایی آلفرایی، این دیگه ته اهمیت دیگه. بعضی کلمات با اینکه بار منفی دارن اما از نوگرا، نوگوت، نوگون استفاده میکنن. این دوستان خیلی مهمه، مطمئن باشین اینو تو هیچ کتابی نمیتونین یاد بگیرین، اینو بهتون نمیتونن به این راحتی بهتون بگن، پس توجه کنین و خوب یاد بگیرین. چه کلماتی هستن؟ اوتان، اینان، میرن و غیره. حالا اینها رو یه مثالی میزنم و متوجه بشین.
که بقیه رو از معانی اونها میفهمین. مثال اولی: دم هوپات بومی او تان نوگون سوم هلس ان لیدنینگ. اونها بدون هیچ دلیلی به هم پریدن، یعنی حمله کردن به هم بدون هیچ دلیلی. این هیچ دلیلی، او تان نوگون، بدونه، بدونه خوش بار منفی داره، بدون هیچ دلیلی. یا میگیم خینداده ای ات کلپوده ای این نان نوگون کمر. عجله کنون لباس ببوش قبل از اینکه کسی بیاد. بالاخره مهمون داریم، داریم میاد خونه، رفتیم دوش بگیریم، میگه سعی لباس ببوش قبل اینکه مهمون ها بیان. ما از این زاویه نگاه میکنیم دوستان من، مطمئنم که شما هم دارین از این زاویه نگاه میکنین. پس عجله کنون لباس تو بپوش قبل از اینکه کسی بیاد، قبل از اینکه کسی بیاد، تا کسی نیومده. بار معنی در معناشه. یا میرن یا السکرالفرا میرن نوگوت و یوردن. من عاشق آلفرام، بیشتر از هر چیزی که تو زمینه. یعنی هیچ چی تو زمین وجود نداره که من بیشتر از آلفرا دوستش داشته باشم. آلفرا اونی که من بیشتر از هر چیزی رو زمین دوستش دارم. مرسی که شما هم اینقدر منو دوست دارین واقعا. پس حتما برام بنویسین که واقعا دوست دارین. ببین اصلا یه دونه هم میتونم کامنت از این بابا دریافت کنم، اینا کسی منو دوست داره یا نه. و اما انتهای آموزش، حتما آموزش صفت مبهم نوگون رو ببینین دوستان من. این آموزش هم خیلی مهمه. وقتی این آموزشو که دیدین و بعدش آموزش صفت مبهم نوگون هم ببینین، دیگه هر چیزی که مرتبط با نوگون، نوگوت، نوگرا و از این داستان ها بیاد که اونجا تو اون آموزش صفت مبهم نوگون هم توضیح دادم که به چه صورتی تلفظ میشه، به چه صورتی نون میگن، نوت میگن و تمام، حالا ببینیم بهتر متوجه میشین. دیگه هیچ چیزی برای شما به صورت علامت سوال تو ذهنتون نمیمونه. قشنگ متوجه هر چیزی میشین و امیدوارم که تو تمام امتحاناتتون موفق باشین، تو مراحل زندگیتون هم موفق باشین. همتون رو دوست دارم. حتما تو کامنت نظر، پیشنهاد، چیزی هست به هم بگین. بذارین من بدونم که شما چقدر از این آموزش راضی هستین، چقدر آموزش رو دوست دارین، به چه صورتیه. حتما نظر پیشنهاداتتون رو به هم بگین دوستان من. مطمئنن این نظرات و پیشنهاد شما میتونه به خودتون کمک کنه که سطح آموزش ما پیشرفته تر بشه. دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین. به امید موفقیت. خدا نگهدارتون.